بحران آفرین شدن حکومتداری توسط سرپرستان در حکومت افغانستان. بیشتر از 9 وزارت کابینه حکومت وحدت ملی هنوز هم از سوی سرپرستان مدیریت می شود. اما اصل عامل مدیریت وزارت سرپرستان که بسیار مهم است از سوی حکومت چی است؟ سلام به برنامه بازنگاه، خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانان ما آقایان خلیل رحمان سروری، استاد دانشگاه، آقای سید فاروق شاه، جناب فاریابی، منشی پیشین مجلس نمای افغانستان و همچنان آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان. بسیار خوش آمدید میهمان عزیز. آقای فیصل، چرا به مسئله مدیریت وزارتخانه توسط سرپرستان توجه نمیشه؟ پس از 2.5 سال از عمر حکومت وحدت ملی هنوز هم شما میبینید که بیشتر از 9 وزارت کلیدی حکومت افغانستان توسط سرپرستان مدیریت میشه. دیده مدنه سرپرستان و مسئله خبره در حکومت لپاره هم در کار پلومری توبونه که شامل در لدین هیت سخه در ارتیا و در احساس لادرس حکومت کار کرده چی پرمختگونه بسی مور پتی روونه یو که پر دی برخه که پرمختگ در لود للی یا لرتر لرتر دری تانه نوی وزیر صاحبان د وزارتونو لپاره معرفي سول او هغه پارلمان ته هم معرفي سول چې د باور رایه واخلي، اما د وزیر صاحبانو ته تر اوسه لا هم پارلمان ته نه دلیلی که اصل شما نه میپردادید. مشکل چرا؟ شما میبینید که حکومتداری پایین آمده، مسئله فساد هم بیداد میکنه، وزارتخانه کلیدی هم به سوی سرپرستان مدیریت میشه، مثلا وزارت دفاع ملی افغانستان، وزارت معارف و همه وزارت های دیگر هم. پس یو ګوري د سیو بحث نه دی چې مرج په دې وزارتونو کې لډیر مودې څخه وزیر نه درو، یا د وزارتونو د تل لپاره یا د تبانیم کول نشته. خو بیا مدت زیات میشه کې وزیر نیست، چې هغه د وزیرانو لنبوت سره مخه مخه ولې توید چې یو څه وخت کې ځینې وزارتونو کې وزیرانو نه از تشکیل حکومت وحدت ملی تا کنون هیچ زمانه نشده که در وزارتخانه سرپرست موجود نباشه. نه مرج وخت لودلې مرج کابینه تکمیل و کله چې د ننګرهار لپاره وسنۍ والی تعین سو د تویده چې باید له وزارت څخه تللی وای دا شخص، یعنی از تشکیل حکومت وحدت ملی تا کنون ما همواره سرپرست داشتیم در کابینه. نه نه داسې نه وو چې موږ همیشه درلودلی، نه تاسی حکومت را تنها یک دو یا سه ما که سرپرست نبوده دیگه، مجموعا از آغاز حکومت تا اکنون شما میبینید که سرپرست موجود است؟ نه منتها موږ په ټوله کې داسې نه وو چې د حکومت له پیله تر اوسه پورې کابینه تکمیله سوې نه وي، دا بحث موجود نه و. زموږ د حکومت کابینه تکمیله و کله چې د اطلاعات فرهنګ وزیر مستعفی سو، کله چې د قانونو وزیر استعفا وکړل، همداراز کله چې د ننګرهار لپاره ښاغلی ګلاب منګل د وزیر په توګه تعین سو، د اقوامو قبایلو وزارت څخه باید تللی وای. دا بحثونه و چې منځ ته راغلل، او بل تر هغه وروسته د پارلمان د استعضا مسله وه چې ځینې وزیر صاحبان استعضا سول او هغوی د باور رایې وانخیستې، یا تر هغه وروسته کله چې د دفاع وزیر او لوی درستیز له خپلو ځایونو څخه مستعفیان شول. بینان دغه تغییرات چې راځي او د دې باعث کېږي چې دلیل کې شما نامزد وزیر معرفي نه میتونین، اصل دلیل چی است؟ واقعا در افغانستان قتل رجال است و یا هم شما اشخاص پیدا نه میتونین؟ موږ خلک معرفي کړل د وزارتونو لپاره، خلق معرفي سوي دي هغه وزارتونو. پس از اون که 7 وزیر از سوی پارلمان سلب صلاحیت، شما میبینید که تاکنون سرپرست وزیر نامزد معرفی نشده. شما وزارت خارجه را که عمدترین وزارت افغانستان است، هم توسط سرپرست مدیریت میشه، وزارت معارف افغانستان و وزارت های دیگر هم چون موږ وزارتونو لپاره پام دغو کې سلب صلاحیت سوي هم دي، مثلا د کار ټولنیز چار وزارت یو له هغو وزارتونو څخه چې هغه د پارلمان لخوا څخه وزیر سلوي صلاحیت سو، د هغه لپاره موږ ښاغلي فیض الله زکي د وزیر په توګه معرفي کړی دی. درې نوي وزیران دي خب بقیه شي میشه معرفي سوي دي، پر هغو باندې هم کار روان دی د حکومت و داخل کې. سه نفر که شما معرفي کردین این همه مدت گرفت، بقیه که یک سال دیگر هم در بر خواهد گرفت، دا معلوم است څومره وخت نیست، هغه ته منتظر و سیر شده. پیشرفتای شما چی بوده؟ چې مخکې له مخکې پیش بینی و نکو، ولی پیشرفت هغه چې درېس وزیر صاحبان معرفي سول پر نور باندې هم کار روان دي، چې یعنی نه میپذیرین که شما در معرفي نامزد وزرا ناکام بودین تاکنون؟ ما دا یو پروسه ده، یو پروسه ده چې مخته ځي درې تنه وزیر صاحبان معرفي سول. خب پروسه هست، هم آقای فیصل امایی هم فراموش نکنین که این سهلنگاری و کنکاری شما حکومتداری را با چالش مواجه کرده. مثلا څنګه په چالش مواجه شوی؟ شما بر اساس قانون سرپرستی باید مدت سرپرستی معین است؟ قانون د سرپرستی دی یو ته وای چې حکومتداری د مشکل سره معین است؟ څنګه د مشکل سره زمانی که شما یک وزیر سرپرست می باشه، یک وزیر سرپرست می باشه، با وضاحت خود مامورین وزارتخانه گفته که روند حکومتداری در وزارتخانه به کندی پیش میره، سرپرست وزیرها مانند وزیر عمل نمیکنه. شما میگین که سرپرستی له خاطر سخدی؟ بله
نه د سر فلسطین خاطر څه پس مله چې شما وګورئ په خاطر چی تاسو یو ځل معلومات وکړي یو پټوله کې دا شاید یو بل بحث چې حکومتداری تر په خوا چې دلته وزیران سره یعنی نه میپذیرین کې حکومت ضعف حکومتداری ناشی از مدیریت سر پرستان در وزارت خلاص په هیڅ صورت نه دی په هیڅ صورت نه دی سپاسګزارم په خپل فریوبي اجازه دې مخکې چې دلته وزیران سر پرستان نه حکومتداری د هغه وزارت هغه مشخصا فعالیت د خدماتو رسونه سره ډول او وڅ سر پرستان سره د عدالت سره مقایسه کې خپل په ویل چې تغییر کراغلی دی په کوم مساحه کې راغلی دی آقای فاریابی آنچه که آقای فیصل میگه که ضعف در حکومتداری و کنکاری کار در نهادهای حکومتی به وجه وزارت ها ناشی از سرپرست وزیران نیست شما هم موافق هستید بگید مثلا با اجازه شما بسم الله الرحمن الرحیم و مهمانان عزیز در بس و بیننده محترم من موافق نیستم با جناب گفتای جناب آقای فیصل چرا که سرپرستی خودش برای یک مدت یک زمان داره از نگاه قانون ولی متاسفانه در اینجا هم قانون نقض شده بعضی ما سرپرست وزیرای داریم که خلاف قانون و مدتی که باید سرپرست می بودن و حکومت باید وزرا را معرفی می کرد اینا در وظیفه خود کار میکنن و چی باعث میشه که اینا باعث کندی کار چرا میشه پیشتر که جناب فیصل از شما سوال کرد جواب شما میگم با خاطر باعث کندی کار میشه که سرپرست وزیر با او انرژی و با او تحرک و با او انگیزه ای که وزیر کار میکنه سرپرست وزیر کار نمیکنه و سرپرست وزیر او انگیزه را نداره او میگه آقای فیصل برعکس حکومتداری اکنون خوب شد به جای ما امروز سوا وزیر میه با او صلاحیت و با او مسئولیت پذیر نیست او او مسئولیتی که یک وزیر قانونی می داشته باشه او را نمی داشته باشه بر اما مشکل اساسی در اینجا از به نظر من تنها ببینین شما سر وزرا سرپرستی وزرا سوال کردین مجلس سنا امیال سناتورا وقتش پوره شده قانونا باید رئیس جمهور سناتورا را انتصاب بکنه یک سال یک و نیم سال میشه از وقتش وقت قانونیشون اونها هم به حالت سرپرستی به سر میبرن خود ولسی جرگه از لحاظ قانونی وقتش پوره شده و کلا فکر کنین به قسم من اونها هم فعلا به وظایف سرپرستن در کل حکومت در حال یک در حالی که همگی سرپرست هستن و مستقیم مسئولیت احساس مسئولیت هیچ کس نمیکنه و این باعث میشه که یک انرژی یک بی‌نظمی به وجود بیاید و این از چی ناشی میشه که چرا اینا این کار نمیتونن در کل حکومت وحدت ملی در یک بحران تصمیم گیری دچار است اینا تصمیم گرفتن نمیتونن اگر رئیس جمهور یک تصمیم میگیره طبعا مخالفت ها با رئیس اجرایی در مخالفت قرار میگیره اگر رئیس اجرایی کدام تصمیم میگیره رئیس جمهور با او مخالفت میکنه و در کل اینا در سر یک موضوع تصمیم گرفتن نمیتونن پس یک در بحران تصمیم گیری قرار دارن از لحاظ علم مدیریت ما میتونیم بگیم که میگه مدیریت مساویس با تصمیم گیری در کل حکومت در یک بحران مدیریت فعلا ما به سر میبریم که مدیریت درست نیست مدیریت درست نبود طبعا انرژی هست بی‌نظمی هست کمکاری هست بیکاری هست فساد است همه چیز است آقای سروری آنچه را که آقای فاریابی گفت، آنچه را که آقای فیصل میگه که خب مجموعه کنکاری در حکومت ناشی از سرپرستی نیست. اما شما میبینین بر اساس قانون هم مشکلات داره، بر اساس لایحه وظایف را که وزیر داره با سرپرست خیلی تفاوت داره. آنچه را که آقای فیصل استدلال میکنه که نه این باعث کنکاری نشده بلکه وضعیت خوب شده در بخش خدمات در نهادهای دولتی. چقدر موافق هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت میهمانان عزیز، شما همکاران و بینندگان محترم تلویزیون، آقای فیصل دقیق میگن در کجا سرعت کار وجود داشته بود که حالا در موجودیت سرپرست ها کار به کدی مواجه شده باشه من فکر میکنم در وقتی که وزرا به حیث کاندید وزیر هم کار میکردند ما شاهدی تغییرات و پیشرفت های محسوسی نبودیم و در وقتی هم که سرپرست ها کار میکردند که هم تغییراتی وجود نداشت. من شاگرد اداره و رهبری هستم. از لحاظ مدیریت فرق میکنه یک کسی که استخدام میشه و مسئولیت و اختیار و مسئولیت مطابق قانون برایش سپرده میشه و تا یک کسی که برای موقت گزینش پیدا میکنه شما بخواین نخواین روند کار به کندی و به مشکل مواجه میشه. بله اگر در صورتی که دولت یا نظام مرکزی یا قدرت مرکزی اراده برای سرعت کار داشته باشه تنها سرپرستی نمیتونه که روند کار به کندی مواجه بکنه ولی نگرانی که به عنوان یک نقطه بسیار عمیق مطرح است ویست که اختلافات و مشکلات که در درون هر دو جزیره قدرت یا برج قدرت وجود داره اینها روند را به مشکل مواجه ساختن یعنی بیشتر اتکای دولت بر افراد است تا بر سیستم
اگر شما یک سیستم داشته باشین، ده ها آدم نباشه، رئیس جمهور نباشه، وزیر نباشه، کار به شکل نرمالش پیش میره. ولی متاسفانه در افغانستان ساختارها مشکلاتی ساختاری دارن، مشکلاتی سیستمی دارن و اتکا بیشتر بر افراد میشه و او هم افرادی که اکثرا ما و شما دیدیم بیشترین گزینش هایی که وجود داشته گزینش ها تخصصی و مسلکی نبوده و در اون دوره هم بنبست ها و مشکلات خیلی زیاد جدی مطرح شده. ولی من نمیفهمم که حالا دولتی حکومتی وحدت ملی در طی این 3 سال هنوز نتوانسته قناعت مردم را فراهم بکنه که اینا میخوان یک حکومت داری خوب داشته باشن و میخوان افراد شایسته و توانا را پیدا بکنن. صادقانه برای شما بگم که اگر بیاین برای ما وقت بدین، یک روز برای ما وقت بدین، اگر ما از کابینه فعلی کرده بهترین کابینه گزینش نکردم به خدا. یعنی ما مشکل نداریم، ما کادرهای متخصص داریم، افراد توانا داریم، همین تعدادی هم که یک تعدادش کار میکنن در دستگاه دولت آدمای ناتوانی نیستن، ولی فرصت برایشان طوری محدود شده که همه اراده از اینها سلب شده و قدرت مرکزی شده در دست یک فرد و در یک نقطه و حتی افراد بسیار توانا هم که استخدام شده علاقه برای کار نداره و یا تو ترس و هراس داره و اینا نمیتونن کار انجام بدن. مشکل در بودی ساختاری نظام است و ما از لحاظ سیستم مشکل داریم و شما هر فردی را که مقرر بکنین وضعیت بهتر نمیشه. شما ببینین چند روز پیشتر لوی درستیز افغانستان وادارش بر استعفا یا استعفا داد، وزیر دفاع استعفا داد. شما دیدین پس از اون خونین بارترین حمله در قندهار صورت گرفت دیگه. یعنی به این معناست که شما میخواین به واسطه افراد کشور را مدیریت بکنین یا یک سیستم ایجاد کنین که این کشور را باید مدیریت بکنه. متاسفانه حکومت وحدت ملی نتوانسته سیستم را ایجاد بکنه که هم مردم قناعت بکنه و هم بتواند کشور را مدیریت بکنه و و حداقل برای مردم یک عرضه خدمات نسبی شه. من باورم به ایست که تا آخرین لحظه اینا نمیتوانن به یک توافق همگانی برسن برای معرفی افراد واجد شرایط در پسته های وزارتخانه های دولتی افغانستان. به چند دلیل، یک دلیل ایست که مردم افغانستان میدانه و حتی از خود مراکز قدرت درس کرده، از ریاست اجرایی، از ریاست جمهوری، از معاونت های ریاست جمهوری که اختلاف بسیار عمیق بین تیم ها وجود داره، بین دو مرجع قدرت وجود داره، از یک جهت مشکل ساز شده. بس دیگه فشارهایی که در خود حلقات مربوط هم بر تیم ارگ و هم مربوط بر تیم ریاست اجرایی و از جانب دیگر فشارهای نامرئی که مردم وارد میکنه، طبیعتاً حکومت وحدت ملی را زمینگیر ساخته و اینا نمیتوانند به سرعت تصمیم بگیرند و افرادی را که نیاز است که بعد ادارات را پیش ببره اینا استخدام کنند. آقای فیصل، شما در بحران تصمیم گیری قرار دارید؟ چیزا به تکیه من به او اندازه صحبت کنم که اینا کردن و اگه سوال داشتی با سوالات من جواب میدم. اول ما نمیتونیم ادعا کنیم که اگر وزیر نیست دیگر وزارت هیچ کارش پیش نمیره. موین لایحه وظایف مشخص خود داره، رئیس لایحه وظایف مشخص خود داره، اما تو آمر مدیر تا آخرین پایه اینا کار خودشان میکنن. اگر وزیر است هم کار پیش میره، همی یه آدم اونمو قدر مسئول صلاحیت داره که در حضور داشته وزیر داره. اگر وزیر هم نمیباشه اونمو قدر صلاحیت داره یه آدم. یعنی سیستم است که پیش میره کار میکنه. دومی که ما وقتی که از سیستم بحث میکنیم، ما اگر سیستم هم داشته باشیم، قوانین هم داشته باشیم، بازم ضرورت است که این تطبیق شود. یا مثلا ما که از وزارت دفاع بحث میکنیم، ضرورت است که ما وزیر داشته باشیم. ما نمیگیم که حالت سرپرستی به نفع مملکت است. ما نمیگیم که نبود حضور به نفع مملکت، نبود خب اگر به نفع مملکت نیست چرا اقدام نمیکنیم؟ ولی اقدام شده. ما نمیگیم که اصلا اینا نباید باشن. باید باشن. ضرورت است که اشخاص مسئول بیاین در کارهایشان در وظایفشان، ولی اشخاصی باشن که واقعا بتونن کار کنن در جایی که میاین معرفی میشن. دومی که ما اگر از بحث مسیج دیگه صحبت میکنیم، خب یک خلای قانونی است که در اینجا وجود داره و نمو باید پرداخته شده که ما این مشکل حل کنیم. تصمیم گیری یا بحران تصمیم گیری ما به این موافق نیستم، چون رهبرای حکومت طبیعی است که با هم باید بحثای داشته باشن و خب اگر موافق نیستین آقای فیصل، پس بحران تصمیم گیری اگر وجود نداره، شما چرا نمیتونید در مورد اشخاص تصمیم بگیرید تا به عنوان نامزد وزیر معرفی بکنید به پارلمان تا رأی اعتماد بگیره؟ اجازه بدید من تشریح کنم.
ما تصمیم گرفتیم، ما در شروع خود گفتم در شروع تنها در مورد 3 نفر شما تصمیم گرفتید. صحیح، پیش از اینکه همه کل کابینه آمده، همه والیای که تعیین شده، همه وزیرا و سفیرا که تعیین شده، خیلی از آسمان آمده. خب 3 سال از عمر شما هم می‌گذره. این بنوان احسان نمیشه برای ملت. نه نه اجازه بدین، اگر شما میگین که بحران تصمیم گیری است، خیلی نمی تصمیم که گرفته شده کیا گرفته. خب در مورد تصمیم گیری گذشتهتون هم اسناد موجود است، مردم شاهد است که با چی جنجال تصمیم گرفتید. تصمیم گرفته، اما اگر تصمیم گیری، اگر بحران تصمیم گیری وجود نداره، پس چرا افراد معرفی نمیشه؟ ما گفت اینمی گپ درست نیست که میگن که بحران تصمیم گیری. خب اگر می بود چرا همین کابینه که تعیین شده، همین والیایی که آمدن و همین تغییراتی که روزمره می آید، این از کجا می خود طبیعی است که تصمیم دیگه گرفته میشه، این وظیفه حکومت است. تصمیم است وجود داره. اما یک بحث دیگر از شما زیاد نبرین که بسیار منصفانه بحث شود و قضاوت شود که حکومت وحدت ملی افغانستان در یک شرایط بسیار ایدئال به وجود نیامده. ما به حیث سخنگوی حکومت ایران میپذیریم که در داخل بحثایی است، ما بحثایی داریم و رهبرهای حکومت طبیعی است که با هم باید بحث و مشوره داشته باشند و یک تفاوت دیدگاه در بعضی از مسائل وجود داره، ولی هر تصمیمی که در آخر روز گرفته میشه، اتخاذ میشه، تصمیمی است که در او منافع ملی افغانستان نگهداری میشه. آقای فاریابی، روی مجلس تنها اشاره کرد، روی مجلس نماینده، اگر به مجموع حکومت داری شما توجه شود، شما آنچه را که تعهد داده بودین، آنچه که در قرارداد حکومت وحدت ملی آمده بود، پس از بیشتر از 2.5 سال اگر مورد بررسی صورت بگیره، شما در هر نقطه با ناکامی روبرو شدید. خوی قضاوت شماست. قضاوت من نیست، آنچه که میمونا هم گفت، آنچه که وضعیت حکومتداری و وضعیت کشور هم است. کس حق داره، آزادی بیان است، شما نظر خودتان میتین قضاوت میکنین که باید نکنین به هیچ یک خبرنگار و اینا. نه، من نقل قول کردم. اینا نظر خود میتن، اینا نظر خود میتن و حقشان است، آزادی بیان است، میتونن هر چیزی که میگن مطابق به اصول میتونن گفته و ما نمیخوایم که کسی نظر خود نته. میتونن دلایل هم بر نظر خود دارن. مردم حق دارن که کارکرد حکومت تحت نظر داشته باشن، ارزیابی کنن نظر خود بودن. این بسیار خوب است. این نشانه از است که یک نظام خوب دموکراتیک داریم، مردم حق دارن که نظر بودن و حتی حکومت نقد کنن. این بسیار خوب است، این باید باشه. اما خب که بسیار خوب است، چرا شما کار را درست نمیکنیم؟ چیزی که من از آزادی بیان گفتم که بسیار خوب است و مردم حق دارن که نظر خود بودن، ولی کار حکومت ببینن. مردم که میبرن به حکومت رای میتن، رئیس جمهور انتخاب میکنن یا وزیر که پارلمان رای میته تعیین میشه، وظیفه‌ش است که به مردم کار کنن، خواسته مردم برآورده شود. ولی در جایی که مشکل است، شما درک میکنین و مردم میره درک میکنن مشکل داریم. یک وقت امروز اگر فکر میکنن که خب در داخل حکومت مشکلات است، دو دستگی است و دو جزیره قدرت است و این کار مشکل ساخته. یک وقتی که ما دو جزیره قدرت نداشتیم، یک 3 سال 4 سال پیش، چرا اعضای سر محکمه 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال بودن کار میکردن؟ یک سلسله موضوعاتی است در هر حکومت، یعنی شما توجیه براتون پیدا میکنید؟ توجیه نه، من خاطر معلوماتتان میگم. یک سلسله موضوعات است که در داخل سلسله موضوعات چه فرمایید شده حکومت که اونو آقای فیصل مردم هم میخواد بدونه که این سلسله موضوعات چی است که حکومت به این پیمانه با کندکاری روبرو است. خب ضرورت است که اول هر کسی که تعیین میشه، انتخاب میشه، امروش بحث میشه، یک آدم باشه که واقعا درد و خور باشه. یعنی تا کنون شما آدم بدد بخور پیدا نکردین؟ نه، امی یعنی ترجمه گفای ما است. اجازه بدین که من گپ خود تکمیل کنم. آدمی که می تعیین میشه، آدمی باشه که واقعا بتونه که امو کاری که برش سپرده میشه، مسئولیتی که برش سپرده میشه به او برسه، بتونه که کار بکنه، بتونه که مطابق با توقعات مردم و توقعات کسایی که به او رای میده. اما آنچه که شما مطرح میکنید، برعکس شما دیدگاه مردم چیزی است که شما در نتیجه تقسیم قدرت و اختلافات سیاسی تان، مسئله مجموعه وزارتخانه‌ای که توسط سرپرست مدیریت میشه و مجموعه نهادهایی که توسط سرپرست مدیریت میشه، با گروگان گرفتید. چطور بگیری گان گرفتید؟ حکومت در نتیجه اختلافات سیاسی و تقسیم قدرت. چطور مثلا؟ خب چطورش معلوم است، شما اختلافات سیاسی دارین، بین هم جور نمیین، افراد معرفی نمیدونن، نهادها توسط سرپرست مدیریت میشه. افراد معرفی شده؟ چطور معرفی خب نشده؟ خب تنها 3 نفر معرفی شده. وزیر دفاع چه وقت استفاده داد؟ چقدر وقت میشه ازو؟ اما وزیر معروف چه وقت سلب صلاحیت شده؟ وزیر خارجه چه وقت سلب صلاحیت شده؟ خب هنوز حقوق قضیه بیخی از لحاظ قانونی شان هنوز بیخی وضاحت نداره اونو مثلا. از لحاظ قانونی چی یعنی؟ اونو هنوز وضاحت نداره، یکی استعفا شده. خب سر محکمه در مورد فیصله خود صادر کرد. چطور چه وقت صادر کرد؟ در مورد امی تصمیم پارلمان سر محکمه فیصله خود صادر نکرد. چه وقت صادر کرد؟ آقای فیصل شما حتما در خلای معلوماتی قرار دارید. نه، چه وقت صادر کرد؟ شما معلوماتتان درست نیست. نه،
استر محکمه در مورد فیصله شورای ملی مبنی بر رد صلاحیت سلب صلاحیت و وزرا صادر کرده چی گفت؟ خب چند پیش صادر کرد؟ نه اجازه بده، هنوز او بحثا چی نشده، هنوز اون بحث نهایی نشده، هنوز به جا مانده و ضرورت است که به او پرداخته شود. ما او را وقتی که صحبت میکنیم ضرورت است که معلومات در موردش کافی داشته باشیم. بحث ما در اینجاست که مسئولیت حکومت است که کابینه تکمیل شود. حکومت مسئولیت خود به خوب سعی میدونه، مردم رای دادن، توقع دارن، باید کار شود، مسئولیت برای حکومت است. وزیر هم که از پارلمان رای میگیره، توقع پارلمان که نمایندگی از ملت افغانستان میکنه این میباشه که واقعا درد بخور باشه و مردم چیزی که توقع دارن او پرداخت شود. ما هم با در نظر داشت این مسائل کار کردیم که کار شود. سی وزیر کابینه معرفی شده، تلاش بری است که وزیر کلانترین دستاورد شما سی وزیر نه در بخش معرفی چند نامزد وزیر تلاش بری است که وزیرای باقی مانده هم به خیر زود معرفی شوند و کابینه تکمیل شود. آقای فاریابی، کلانترین مشکل حکومت است آنچه که آقای فیصل هم نمیپذیره، مشکل نمیپذیره و میگن که تلاش وجود داره در بخش اصلاحات انتخاباتی، تلاش وجود داره. دو سال تیر شد، بالاخره شما امروز شاهد هستین که پارلمان افغانستان به سال هفتم کاری خود رفت، مجلس ثنا رو شما هم اشاره کردید، اما فکر میکنید که واقعا وضعیت به این مرحله حل شود؟ آنچه که جنجال هم است، مشکل هم پذیرفته نمیشه. مشکل هم اینجاست، مشکل هم اینجاست که ما مشکل خود نمیپذیریم. وقتی که مشکل داریم، اگر ما زمانی که بحث میشه و انتقاد میشه، ما در پشت پرده با استاد صحبت کردیم، منظور از انتقاد خدای نخواسته دشمنی نیست. ما انتقادایی که میکنیم یا از متن مردم صبح گپی را که میشنویم موجه بحث میشه و مردم حق دارن که انتقاد بکنن، این است که باید اصلاحات بیاره حکومت، باید را بشنوه و اصلاحات که لازم است و اصلاحات باید بیاید. ولی متاسفانه ما منکر هستیم، میگویم همه جای گل گلزار است، هیچ مشکلی وجود نداره، همه کار به روال عادی خود پیش میره. این اینجاست که باز هیچ مشکلی هم حل نمیشه و همون حالتی که ما داریم به ما حالت هنوز مشکل افزوده میشه. اما پیشتر جناب فیصل صاحب اشاره کردن که ما سر افراد متعهد، افراد که همو ظرفیت و شایستگیش داشته باشن فکر میکنیم و ایره پیدا کردنش مشکل است، تا ایره ای زمان میگیره. ما فکر که مشکل است، خب زمان میگیره یا که تنیمی باید صحبت شود که کی بهتر است، کی بهتر کی است، کی بهتر خود تا آدم های زیاد باشن و بینشون که کدام کی بهتر تر کی است. خب به هر صورت این همی جستجوی افرادی که مورد نظر حکومت است مشکل است، ولی بیشتر اینجا سر تعهد افراد که متعهد و صادق و پاک باشن نیست. من فکر میکنم بیشتری است که چقدر وفادار به اربابای قدرت هستند. یک نفر انتخاب میشه، یک طرف سرش انتخاب میکنه، دیگر طرف انتخاب نفری که قوی تر باشه، نفری که کمه که تعهد داشته باشه، طبعا یک جای یک حرفی زده، گپی زده که بر میخوره به بزرگا. وقتی که رقمی شد او رد میشه آخر سر نفر توافق میشه که ضعیف ترین آدم و کسی که در هیچ جای نکدام عمل کرده داشته خوب نبرد. وقتی که آدم کار میکنه طبعا یک تبعات قوت می داشته باشه. ولی خب کیفیت که نداره، یک نفر عاطل باطل میایه که ما شما شاهدش بودیم چند بار به انتصابایی که نکردیم. شما نمیشه که بله. که کابینه ما را عاطل باطل خطاب کنید. اجازه بدید وزیرا بر افغانستان کار میکنه. ما بودیم دیدیم چرا شما وزیر دفاع و روی دوستی اینا را چرا شما شکایت کردین؟ مردم هم فغانش برآمد که اینا کار نمیکنن. 70% کابینه را چرا نه؟ به چی دلیل رئیس جمهور وزیرا را گرفت سرپرست کرد و سلب صلاحیت کرد؟ به خاطر که بودجه خود چیز کردن نتونستن، مصرف کردن نتونستن، به خاطر کار نتونستن. کسی که کار نتونه طبعا عاطل باطل است. ببینین مشکل ما اینجا است که ما مشکل نمیپذیریم. پس باید در اینجا اگر حکومت ما چقدر میفهمیم غرور ما نمیپذیریم، که ما چقدر خود ما میفهمیم در مورد وضعیت، در مورد اینکه وزیر چرا کار نکرده، اینکه سیستم چرا ویتو شده. نه خب یک مشکل دیگه هم است. یک مشکل دیگه اینجا است که همونطور که پیشتر ما اشاره کردم، ما در بحران تصمیم گیری و مدیریت قرار داریم، ما در بحران اعتماد هم قرار داریم. ببینید خب بحران اعتماد چی فیصل رد کرد که چون مسئله نیست. نه بحران اعتماد چی است که ما بالا هیچ کس اعتماد نداریم، همه قدرت متمرکز کردیم در یک نقطه تنها به ارگ. یا خب با صفه دارم چه قدرت نیست قاره هاری که ما شما معلومات داریم و اظهارات که دکتر صاحب عبدالله خودش ظاهرا معلوم میشه که سپیدار هم شریک هرگ است، اون چیزی که آقای فیصل بفهمید شریک هرگ آل سپیدار هر قدر تلاش کرد خود چیزی نرسید، به می حالت قناعت کرده بسیار به حالت مظلومانه قرار داره سپیدار. واقعا اینطور قابل ترحم است به نظر من. او انتقاد کردن چیز صلاحیت کسی برایشان نداد، حالا به یک حالت سکوت و به یک حالت قناعت به یک شکل خود گرفتن. این حال این بحران اعتماد باعث شده که قدرت متمرکز شود تنها برای یک نقطه، برای یک نقطه. و این حال نمیتونه تنها رئیس جمهور یا یک چند نفری که به اطرافش است به تمام کارا برسه.
وقتی که کار گروهی نبود، وقتی که یک مشارکت در کار نبود، ما نمیتونیم یک خدمت درست با خدمت به مردم ارائه بدیم. این همه مشکلاتی که ما با او دست و گریبان داریم، این ناشی از این تصمیم گیری ها و یا به اصطلاح بگیم همین کاری که رئیس جمهور تمام قدرت گرفته به خود متمرکز ساخته و نمیرسه. ما سابق از پارلمان یک مکتوب به ارگ رایی میکردیم، یک سفر عادی یک وکیل دو روز بعد سه روز بعد از اداره امور گرفته میشد. ما خاله به پارلمان نیستم، وقت اوایل رئیس جمهور ما مکتوب رایی کردیم تا یک ماه یک و نیم ما همین مکتوب سفر رسمی وکیل، وقتی که باز ما چی کردیم گفتم ما پیش رئیس جمهور وقت کاغذ واره وقت نداره که ایراد امضا کنه، با یک کار میرسنیم کلا باز کسی میه این کار باز با اون کار خودش خلاصه هیچ کار تکمیل هم نمیشه و هیچ کار انجام هم نمیشه. تشکر آقای سروریان. چرا آقای فیصل گفت که خب ما کار میکنیم، ما کار انجام دادیم، سه نامزد وزیر معرفی کردیم، در مورد اشخاص دیگر هم ما بررسی ها انجام میدیم تا اشخاص متحد و کارا را پیدا بکنیم، اما آنچه را که دلیل گفتن برای توجیه عملشان فکر میکنید که دلیل شد؟ خب اجازه بدید یک شوخی هم کنم، با خدا من آفرینشون میگم که طالب یارا میزنه، داعش یارا میزنه، خارجی ها یارا هر روز زیر فشار میگیره که نتونستین و ملت هم کلا کی جمع یارا زده میره و لگه یارا کیزیش هم باشن. یعنی ما بعضی تو فکر میگیم که یارا چطور خواب میبره، این صادقانه یارا مرا خواب نمیبره که این یک فشار بسیار جدی یک طرفی بس است. طرف دیگه چیز که خود آقای فیصل میدونه که بسیار کنکاری وازی وجود داره و ناتوانی بسیار روشن وجود داره و مردم افغانستان هیچ گاهی بناحق ادعا نمی کنن و جان مردم را خدا شاهد است به گلون آمده، به حدی مردم به تکلیف است. شما می بینین امروزه مردم افغانستان مثل گوسفند قربانی می شه و جویهای خون روان است. فقر ببینین، امیال شما تا 50% کشور زیر خط فقر قرار گرفته، فرار نسل جوان را از کشور می بینین و شما آفاتی که در درون نظام همه روزه شکل میگیره، در معاملات کلان سیاسی شکست هایی که برای افغانستان الان متصور است، اینا چیزهای عادی نیستن و ما بسیار مشکلات جدی را داریم. خب باید یک طرف دیگر هم فراموش نکنیم که مبارزه با یک چنین چالش های بسیار کلان در شرایط فعلی کاری عادی و ساده ای هم نیست و مخصوصا با یک چنین یک ساختاری بسیار پر جنجال و پر مشکل و پر چالش که هر یک میخوان بر سلیقه خود اینجا حکومت بکنن و بر عرکه قدرت حکم برانن. شما ما بار دیگه تکرار میکنم، بخش اعظمی از مشکلات افغانستان عدم توافق نظر صادقانه و متحدانه بین قدرتمندان حکومت وحدت ملی است. هر گاهی اگر اینا بر اساس اراده ملی و منافع این مسئله که آقای فیصل تا حد رد کرد و بر اساس منافع ملی اینا عمل کنن، هیچ تردیدی ندارم که مردم رضایت مردم پس برمیگرده از حکومت وحدت ملی که آماده است علی کابینه خودش توطئه کنه. برای من بسیار تعجب آور بود که یک مرتبه 50% کابینه از واسطه پارلمان رد صلاحیت شد. بازی بخش اعظم این کار بازی سیاسی بود و خجالت آورتر از این که پارلمان افغانستان هم بدون مطالعه دقیق و عمیق و گناه و بیگناه همه را یکسان از دم تیغ گذراند و شرم آورتر از این که ماهاست که این افراد هنوز حکم میرانند و حکومت هم در ارتباطشان تصمیم گرفته نمیتونه. اینا چیزهای عادی نیستند برای مردم افغانستان، اینا بسیار دردسرهای کلان خلق کردن و به هر پیمانه ای که حکومت اینطور حرکت ها را انجام بده و تردیدی ندارد که از میزان رضایت مردم به شدت کاسته میشه. مشروعیت حکومت وحدت ملی مربوط بر میزان حمایت مردم افغانستان است، نه بر مشروعیت قانون و حقوق. به اساس قانون و حقوق هیچ مشروعیت ندارند، مشروعیتشون برمیگشت بر اراده مردم افغانستان. اگر مردم اراده خود را از این حکومت میگیره، اگر از این حکومت دیگر حمایت نمیکنه، تردیدی وجود ندارد که نظام فاقد مشروعیت نشه. من فکر میکنم که بهتر است که باید حکومت وحدت ملی برای افزایش مشروعیت و برای کسب حمایت مردم باید صادقانه تصمیم بگیره. هیچ شک و تردیدی ندارم که حتی معاون رئیس جمهور گفت که هر کسی که نزدیکتر است زودتر مقرر میشه، هر کسی که از لوگر از گفت برای رئیس جمهور نزدیکتر است زودتر مقرر میشه، هر کسی که برای ریاست اجرایی نزدیکتر است برای مرجع قدرت زودتر مقرر میشه. اینها که ما نگفتیم، اینها خودشان برآمدن اعلام کردن. اینها چیزایی است که عملا وجود داره. بنابراین با یک چنین حرکت شکی وجود ندارد که
اینا به مراتب از ما کرده مشکل دارن و از ما کرده نگران هستن و ما احترام میکنیم به دیدگاه آقای فیصل به عنوان سخنگوی ریاست اجرایی باید از موضع خودشان حمایت بکنن، اما در دل چنان از ما خوش هستن که میگن که اون که تشکر مسائل شما میگه. آقای فیصل بفرمایید در مورد انتقادات حکومت رشید برای رئیس جمهور. ما در اینجا نظریات شنیدم و ما چیزی که پیشتر گفتم، ما احترام دارم به نظریاتی که دوستا دارن، هر کس از فکر خود صحبت میکنه و خوب است که احترام شه، ولی من دو سه موضوع میخوام بگم که ما باید اینا بفهمیم اگر ما در اینجا صحبت میکنیم که ملت از حکومت جدا نمیشه یا حکومت از ملت جدا نمیشه، حکومت از ملت جور شده. ما که اینجا از حکومت نمایندگی میکنم از کجا آمدیم؟ من خب از یک کشور خارجی نامدم، از زمین افغانستان هستم، از زمین ملت هستم. سربازای اردو، سربازای پلیس، سربازای امنیت، وزیرا، موینا، رئیسا، در کل همه کارمندای خدمات ملکی از کجا هستن؟ بیادری ماست، پدر یک کس دیگه است، خواهر و مادر یک کس دیگه است، خب اینا کلشان از زمین ملت هستن. پس ما هیچ صورت، هیچ وقت نمیتونیم که ما حکومت از مردم جدا کنیم یا مردم از حکومت جدا کنیم. اما مردم بیشترین فاصله را از حکومت شما گرفته و مردم هستند که حکومت مشروعیت میتن، حکومت ایجاد میکنن، جور میکنن. در انتخابات هم وقتی که ما انتخابات میکنیم که یک حکومت جدید به میان بیایه، مردم هستند که رای میتن. اگر مردم رای آقای فیصل درست است، مردم برای شما رای داد، حکومت وحدت ملی جور شد، هم آقای غنی رای گرفت هم آقای عبدالله، اما شما عملکرد شما قسمی بود که کنون فاصله بر اساس گزارش نهادهای بین المللی فاصله مردم به بلندترین حدش از حکومت شما رسیده. ما نمیتونیم که سربیایی که در افغانستان میشه او را مدار اعتبار قرار بدیم. پس چی مدار اعتبار قرار بدیم؟ ما او را نمیتونیم. ولی راه های دیگه باید باشه که چون اینا مثلا میرن در 10 ولایت به 200 نفر صحبت میکنن، 200 نفر از نفوس افغانستان نمایندگی کرده نمیتونن، یا 10 ولایت از 34 نمایندگی کرده نمیتونن. به هر صورت بحث دومی که من دارم، به نظرم دوستایی که میرن به حیث کارشناس صحبت میکنن، به حیث آگاه امور سیاسی و کل چیزا صحبت میکنن، بهتر است که سر راه حل ها صحبت کنن، راه حل ها پیشکش کنن، به جای این که در غم استفیدار باشن که والا چقدر قدرت داره یا نداره. این غم بان که دیگرها غمشان بخورن، اینا یک راه حل ها را برای ما نشان بدن که چی است و اینکه در داخل چی است. این هم مطمئن هستم که نمیدونن که خوب قدرت چطور شده، تعینات چطور میشه، وزیر از کجا میاد، والی از کجا میاد. خب در مورد تعینات، در مورد تعینات آجر آقای فاریابی گفت که شما تا اینجا مشکل بحران سرپرستی برمیگرده به چیزی که شما میخواین هر کس در حکومت به سلیقه خود افراد را تعیین بکنه، نه اینکه شما معیار را در نظر بگیرید چرا که شما به عنوان معیار اشاره کردید. من گفتم این نظرشون است، من چیزی که میدونم این است که معیار است کسی که کار کرده بود و تجربه داشته باشه، تعهد برای افغانستان داشته باشه و بتونه که رای نماینده های ملت به دست بیاره. یعنی اینا سرشان اعتماد کرده بودن وقتی که پارلمان برشان رای میده، به این معناست که ملت افغانستان سرشان اعتماد میکنه. به این معناست ما سه وزیری که معرفی کردیم بهتر میشد که پارلمان برشان رای میدادن اینا را، یا حداقل می صندوق برشان میگذاشتن که قبول دارن تایید است یا نیست. اینا سه نفر حداقل اگر سه وزارت هم از حل سرپرستی میبرایی، یک بحث خوب برای افغانستان است. پس پارلمان در اینجا وظیفه داشت که امی سه وزیر صندوق میگذاشتن و اینا را یا رای تایید میداد یا رای رد میداد، که این کار نشد و در این بخش هم مهم است که شما به حیث رسانه ای را سوال کنید. مسئله ای که اینجا یاد شد آخر بسیار مسئله خوب بود، امی مشروعیت حکومت، بحث حقوقی و قانونیشون یاد کردن. من به بحث قانونیش موافق هستم، ولی بحث حقوقی، مشروعیت حقوقی حکومت از طرفنامه سیاسی به میان آمده و مشروعیت حکومت از مردم به میان آمده که اردویشون در جای خود هستن، ولی به خاطر بحث‌های قانونیش هم حکومت در طرفنامه سیاسی خود داره که لویجرگی قانون اساسی باید جور شوه تا بالاخره بحث‌های قانونیش هم بجا شوه. ما در اینجا پیش از این گفتیم، بازم میخوام بگم که در او بخش حکومت سلو بوده، کارایش خوب پیش نرفته، ضرورت بود که نظام انتخابات پیش از این یا وقتر بسیار وقت از این اسلامی شد. ما آل بد انتخابات میکردیم و لجرگم برگزار میشد که در او بخش از همی شروع کار در مسئله اصلاحات انتخاباتی با کندی پیش رفت. و در مورد بحران اعتماد آنجا که آقای فاریابی شراکت که کلانترین مشکل در حکومت بحران اعتماد است، شما نمیتونین اعتماد بکنین و حتی بر علی بالا یکی دیگر هم اعتماد ندارین در درون حکومت. ما
من به این بحثشان موافق نیستم. نظر خودشان است. آقای فاریابی، آقای فیصل با هیچ مورد موافق نیست. موافق نیست خالم. دلیلی که موافق نیستن اونم نمیگن. خب به هر صورت که آدم موافق نیست باید دلیلش بگه. پیشتر جناب فیصل سر گفتن که شما در غم تقسیم قدرت اجازه باشم از اولش ما بشنوین باز بگین نوبتتون رسید بگین. خب شما گفتین دلیل نگفتین. نه باز نوبتتون رسید باز بگین. ما هم تا حالا سوالای شما رو گپای شما رو گرفتیم نوبتتون رسید جوابش حالا میگم. شما گفتین که در غم تقسیم قدرت بس ارگ و سپیدار نباشین. ما در غم ارگ و سپیدار تقسیم مشکلشان هم میگیم مشکل است. ما در غم از این نیستیم که اینا قدرتشان مگم مشکل همی است و این مشکل باعث شده که ملت متضرر شوه. جور نمین ببینین پیشتر گفتیم سر افراد، سر آقای نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری که تعیین میشد. ما و شما شاهد هستیم که دکتر صاحب عبدالله شدیداً مخالفت داشت که آدم یک آدم کار نکردگی است، آدم بی تجربه است، عملاً هم به صحبت‌های خودم چی کرد. باز پس اینا تفاهم کردن، باز آقای نادری رفت به اصلاحات اداری، اگر یادتان باشه باز یک اداره جور کردن با آقای امرالله صالح که تا بالی هم کارش معلوم نیست که چی کار میکنه. ولی از یک طرف خودش هم زیر انتقادها قرار داره و تعییناتی که میشه از ارگان‌های امنیتی اصلا و آدم خبر نداره. به نام یک چیز جور کردن و او را در رأسش قرار دادن. اینا در کل مشکل حکومت ما این است که اینا سر اصلاحات، سر ازی که چه خدمت را ارائه بتن ندارن. اینا پشت یک سلسله اهداف چی هدف دارن اینا؟ پیشتر جناب استاد هم اشاره کردن. حال انتخابات گذشت، حکومت وحدت ملی ایجاد شد، فعلا اون کابینه و یک نفر بن رئیس دولت و یک نفرم رئیس اجرایه معاونین و معاونین هر دو طرف. حال اینا متفقن باید منعیس یک تیم صادقانه بیان کار بکنن با این بحران، با این مشکلاتی که ما داریم. ولی متاسفانه هر کدام وقتی که یک کار میکنه با یک مخالفت، با یک اختلاف اینا روبرو میشن و این همه باعث شده که در یک سردرگمی کلان ما قرار بگیریم. و پیشتر هم حرفی هم که باز کسی هم که اگر انتقاد میشه در میزاد از طریق مطبوعات یا دیگه شخصیت های سیاسی ما و اینا اصلا این نمیشنون، هیچ گوش شنوایی نیست. پیش آقای رئیس جمهور بشین میگه فست از ما از هر خبر داره و از اطرافش بیرون نمیبره. بیشتر میگن چیزا آمارایی که گرفته شده آمارا دقیق نیست. شما برای منعیس خودتان مثلا منعیس یک فردی مانن وجدانن برین از اینجا که تا میبرین تا خانه برین از این مردم از هر قدم پرسان که از کراچیوان، از موتروان، از تاکسیوان، از اینی که تو چی مشکلی چی است. ظاهرا به نظر حکومت میرسه که مردم راضی نیست. دارن چه خواهش میکنن؟ راضی هستی راضی نیستی؟ هر کدوم ما شما میکاره بکنیم بین صادقانه میبرایم اینجا میبینیم صبح مثلا از 10 نفری که با ما شما برابر میشن ببینیم که چند نفر رضایت داره، چند نفر به نظر من شاید 10 نفر، شاید 9 نفر، شاید 8 نفر. از هر شما زیاد آدم از یعنی 2 نفر اگر راضی باشه 8ش ناراض است. این واقعیت عینی جامعه ما شماست. این نه تبلیغ است، نه خدای نخواسته کدام مخالفت است. پس که وضعیت واقعا چنین هست، باید چی باید کرد؟ ها را پشتش باید بگردیم. ولی متاسفانه در حال پیشتر جناب فیصل گفتن که ما راه های حل را میتیم. کی گوش میکنه؟ اما گوشی که بشنوه کجاست؟ آقای سروری، در مورد مجموعه مشکلاتی که در حکومت وجود داره از بحران سرپرستی تا بحث تأخیر در اصلاحات انتخاباتی، عدم برگزاری انتخابات پارلمانی، مسئله ده ها مورد دیگری که از بحث فساد اداری، اما آنچه که به حکومت مراجعه میشه حکومت میگه کل چیز گل گلزار است، هیچ مشکلی وجود نداره. فکر میکنید که با همین دید واقعا ما به طرف مسیر درست بریم؟ خب فکر میشود که مشکل در همین جاست. بیشتر فاریابی صاحب میره اشاره کردن که ما باید بپذیریم که در بخش از استقامت ها ما مشکل داریم، ولی حکومت وحدت ملی میدانه، در حالی که میدانه و این کار میکنه. اگر یک آدم نمیدانه و نمیپذیره گناهش کمتر و سبکتر است از لحاظ مسئولیت، ولی میدانه و پنهان میکنه گناهش سنگین تر است. حکومت وحدت ملی میداند که پرابلم ها خیلی جدی است، اما نقطه بسیار جدی که حکومت وحدت ملی را در بخش از مسائل به چالش مواجه ساخته او است که در درون قدرت افرادی هستند که برای شکست و ناتوانی حکومت وحدت ملی شبانه روزی تلاش میکنند و ما واقف هستیم نزدیکترین فرد بر مرجع قدرت برای ناتوان نشان دادن حکومت وحدت ملی کار میکنند. هم حلقات در درون نظام، هم حلقات در برون نظام. در کنار این که آسیب های کلانی در جامعه وجود داره و پیچیدگی های اوضاع هم هر روز باری حکومت را سنگین تر میکنه، حلقات وظیفه گرفتن که این حکومت را به هر پیمانه ممکن باید بیاندازند.
و در کنعان چی که کمک کرده این حلقات را و فرصت را برای از اونها داده و چالش را برای از اینها بیشتر کرده، اختلافاتی که در درونی از اینها وجود داره دیگه برای مردم پنهان نیست. من یک بار دیگه نمیفهم تلویزیون شما بود یا کدام تلویزیون دیگه بود، ما شخصا انتقاد کردیم که اگر شما اختلافاتی در درون خودتان دارین، نیازی نیست که در خور مردم بودین، نیازی نیست که برای به بیرون درز بکنه و مردم نسبت به شما و نسبت به کارکرد شما بی اعتماد و بی باور شود. چیزهای بلکه این عمل موجب شده که مردم امروز اعتماد خود را نسبت به این حکومت از دست بده. شما ببین این همینجا ما چهار نفر هستیم، صادقانه غیر از آقای فیصل از یک سلسله گپایی ما سه نفر دیگه با همین عمل کرد حکومت وحدت ملی نه در عمل نه در ظاهر نه در باطن ناراض هستیم. یک نقطه دیگر هم فیصل صاحب اشاره کرد که ما تلاش میکنیم که افراد توانا را پیدا بکنیم. بیا صادقانه بگو همین کسایی را که در حکومت معرفی کردین از ما و خودت کرده کدامش خوبتر است؟ یک چیز براتون میگم، به خدا پاکترین آدم هستم، استاد پوانتون هستم، تحصیل کرده، آدمی تحصیل کرده است. شما آدمی تیار کابینه ما نیاز نداریم که بسیار جستجو کنیم و این مشکلی هم نیست. شما وقتی که ساختارها را ایجاد بکنیم موره های اساسی به صورت اوتوماتیک میره سر جای خود جایگزین میشه. نشان میده که بازی های پنهان و ناسازگاری های عمده در درون قدرت موجب شده که فرصت را از گزینش بهتر بگیره و افراد را مطابق سلیقه های خودشان جستجو بکنن و اون را بیان جایگزین بکنن و به می دلیل اینا در بازی هایی را که در درون قدرت انجام دادن دچار مشکل شدن. من حتی بازی سلب صلاحیت برخی از وزرا را در درون قدرت میپذیرم و امروز خود در تار گیر مانده که اون دام را خود انداخته بود و امروز به شدت مردم از عمل کردشان ناراض است. متاسفانه این عمل حکومت موجب شد که حتی پرستیج و حیثیت پارلمان هم زیر سوال ببره که شما با کدام منطق یک کودتا را انجام دارین و حکومت را به یک چالش جدی مواجه ساختین. من فکر میکنم بخش اعظم مشکل در درون دستگاه های قدرت است و این قدرت باید بدانه که این به منافع ملی نیست. حرکت حکومت وحدت ملی آن را که میرود به ترکستان است و این راه سعادت برای مردم افغانستان هم نیست و حتی کوتاه میگم که حتی برای حیثیت و آبروی خودشان هم یک چیزی باید جستجو کنند که این چیزها به حیثیتشان هم صدمه وارد میکنند. با توجه به مجموع چالش هایی که موجود است در حکومتداری افغانستان، راه حل برای بیرون رفت از بحران موجود در درون حکومت چیست؟ به عنوان پرسش آخر و جنبندی هست عرصه میمانو میپرسم. آقای فیصل بفرمایید کوتاه. اگر این اول صحبت کنن من آخر صحبت کنم. بفرمایید آقای فاریو بیشون. خواهش میکنم. رایال رفع اختلافات اول بین خودین همی اختلافات رفع بکنن. اینی بار با میزام گفته شده و یک چیز بسیار مشکل کلان هم همی هست. و حرف دوم می است که واقعا اینا مطور که پیشتر استاد اشاره کردن، ما و شما با مشکل افراد صادق و با تحصیل یافته و متخصص گرفتار نیستیم. میشه بسیار کمی راحت اینا فکر بکنن، نمیشه همه چیز به خود و به قوم خود و به فکر خود و به خود انحصار بکنن. کمی آزادتر اگر خود آزاد بکنن، کمی با دید باز ببینن چهار طرفشان از آدمای خوب پر است که اونا بگیرن و استخدام بکنن و معرفی بکنن و کار بکنن. ولی متاسفانه مشکل اینجاست که اینا اینقدر در لاک خود غرق شدن، اینقدر به خود فرو رفتن و همه چیز بر خود میخوان و انحصار کردن که اصلا خودشون که به اطراف خود میبینن به زعم خودشان که همه کار خوب است، اما بیرون ما شما میبینیم که چقدر مشکل زیاد است. تشکر آقای سروری، بفرمایید شما. من فقط میخوام یک پرسان کنم از حکومت وحدت ملی، آیا میخواهید برای مردم کار کنید یا برای خودتان؟ اگر میخواهید برای مردم کار کنید این صلاح مردم نیست و به عنوان یک فرد این جامعه اعمال حکومت وحدت ملی را در خیلی از مواردش برخی موارد استثنا میپذیرم و ما طرفدار حکومت وحدت ملی هم بودیم برای تشکیلش و برای ساختارش تا کشور به عمق بحران نرود، این به صلاح مملکت نیست و من این حیث یک فرد و این حیث یک شهروند خیلی از این اعمال را نمیپذیرم. اگر برای خودتان کار میکنید بهترین کار میکنید، آفرینتان بیشتر از این شروع کنید. آقای فیصل بفرمایید نکنم شما. ما هیچ وقت در کل حکومت نگفته که همه چیز گل و گلزار است. شما اگر از رئیس جمهور بشنوین، از رئیس اجرایی بشنوین، وزرا بشنوین، میگن که ما در یعنی نه جای مشکل داریم، یعنی گل و گلزار نیست وضعیتی که امروز ما داریم، از اون ما هم راضی نیستیم. دوم از انتقادی واسه شد که انتقاد که بشنوه، انتقاد اگر ما به فلسفه و تعریفش بریم که اصلاح بیاره، اگر همش انتقاد باشه خوب است که شنیده نشه. دومی که هیچ در این بحث یک چیز برای من بسیار جالب بود که چیزهایی که من میگفتم دوستان میگفتن که نه در دلش یه چیز نیست، یکان چیزهای دیگه است.
خب ما گپ میزنم و اینجا مردم میبینن در همین زبانی که مردم گپ میزنن من گپ میزنم باز چیز دیگه که نیه دلیش یک چیز دیگه است. اینه بسیار جالب بود متوجه نشده بودم و منم تو یک چیز نشونیده بودم دیگه که به نظر ما انسان ها کل مانی یک چیز داریم در خود که والا ما همه چیز میفهمیم تا که نمی فکر باشه این مشکل ساز است ما را کمک نمی کند و آخری که حکومت همین چیزی که استاد گفتن رهبرهای حکومت اگر بخواین که برای خودشان تنام کار کنن بهتر است که اینا کارکرد خوب داشته باشن میفهمن که کارکرد خوب باید داشته باشن تا در آینده مردم در کالویشان استاد شون و در انتخابات آینده رای ببرن به هیچ صورت وضعیتی که در او مردم راضی نباشن او به نفع شخصی رهبرهای حکومت هم نیست چون اگر مردم رایشان نباشن حکومت هیچ است بدانی را ما میدانیم کتاب نباشم ما یک گپ راجع به چی آقای فیصل من نمیفهمم اگر متوجه ما بود هدف ما این بود که ما همه چیز میفهمیم خدا شاهد است شما هم شاهد باشین تا آخرین لحظه در حکومت ولایت علمی ما آماده باشون کار کنم برای عزت خود فکر میکنم هدف می بود که ما مشکل نداریم هر یکی شما من هست یک جوان میتونید در این کشور یک سکان قدرت یک گوشه مدیریت بکنید ما مشکل نداریم در خدمت پیدا کردن هدف می چیز بود این نبود که ما همه چیزا میفهمیم و چرا دیگه را بگیرن ما رو نمیگیرن بس ما نیست نه او گپ نیست که کسی را بگیره کسی نه در کالج که همین نظریات ما شنیدیم که خلا اقتصادی تو شوه و حکومتداری تو میشه و امنیت تو جور میشه این همی به ایمان است که ما همه در حالی که ما دو جمع متخصصین داریم مثلا وزیرایی که معرفی شدن به وزارت دفاع یا مسئولین دیگه هستن اونا سپاس گذارم نتیجه چرا خوب نمیشه حالا خیلی ما متخصص داریم برای مسابقه تا نه من مطمئن باشم که شما استاد میفهمن درست ما نمیگیم که نمیفهمن این آدما میفهمن وقتی که میفهمن خب وقتی که یک نفر یک کار کشته یک آدم کارفهم وقتی که یک کار خوب میکنه یک کار خوب میکنه نتیجهش خوب است مثال ما اگر ما گلکار نیستیم یک خانه را جور میکنم طبعا همه جایش کج میه وقتی که یک گلکار درست خانه را جور میکنه نتیجه را ما میبینیم خانه خوب است مگه ما نتیجه نداریم اینجا ما یک چیز آخر میگم که همین نظریاتی که ما در اینجا شنیدیم میتونم معلوم میشه که ما جامعه کمالات الفنون باشیم که اصلا ممکن بسیار تشکر آقای فیصل آقای فاریابی و آقای سروری از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر بنده عزیز تا برنامه بعد خدا نگهدار